اگه دنبال کار تخصصی تو رشته های فنی میگردین، اگه مهندس، مدیر پروژه، معمار یا تکنسین هستین، دوره های آموزشی فناوران با هدف دریافت لایسنس های دولتی و سرتیفیکیت های کانادایی برای شما طراحی شدن تا بتونید به سرعت با تخصص و تجربیات خودتون توی کانادا مشغول به کار بشید. شبتون بخیر دوستانی که ونکوور هستن، عصرتون بخیر دوستانی که جای دیگه هستن، روزتون بخیر. جلسه امروز ما بیشتر در مورد بحث کاریابی هستش و من اون تجربه‌ای که خودم تو کانادا به دست آوردم و در خدمتتون قرار میدم. برای بحث PNG و لایسنسینگ من خب با نظام قدیم اپلای کرده بودم، هر چیزی که بتونم جواب میدم. اگه سوالی بشه که نتونم جواب بدم، ریفرتون میدم به مهندس بابایی و اینکه خود سایت PEO رو میتونید مثلا با هم دیگه بررسی کنید. خب من همیشه تو پاورپوینت هم تصویر کاور پیج هم چیزیه که کل بحث جلسه رو قراره شامل بشه. میخوام دوستان یه 20 ثانیه‌ای به این تصویر نگاه کنن و ببینیم که در واقع این تصویر چی داره میگه. مشکل خیلی ها رو میتونه حل کنه همین که فقط یه نگاهی کنیم به این تصویر. و من خودم یادمه که وقتی شروع کردم این مشکلات رو داشتم. خب کسی هست بخواد کامنتی بذاره راجع به این تصویر؟ میتونید آمیوت کنید خودتون رو بگید. خب دوستان، من مطلبی که خیلی میخوام تاکید کنم روش و تو این تصویر هم میبینید بحث منتورینگ هستش. همونطور که میدونید اینجا هر کی یه حرفی برای خودش میزنه آدم واقعا سردرگم میشه. حالا الان که فناورم هست شاید خیلی کمک کرده باشه به اینکه ما بتونیم جواب سوالمون رو پیدا کنیم. من قبلا من یادم هر کسی یه حرفی میزد و میخوام از همین الان تاکید کنم که بحث این که شما یه منتور مناسب و کسی که بهش اعتماد داشته باشید یه بحثی خیلی مهمی هست. و یادتونم باشه منتور شما، من بهتون پیشنهاد میکنم که یک شخص باشه و هرچی اون شخص گفت بهش اعتماد کنید که دچار سردرگمی نشه. حالا اینو من بازم بیشتر توضیح میدم، بریم تا سلاید بعدی. من مقدمه راجع به خودم بگم. من سروش عبادی هستم، مهندس مکانیک هستم. تو ایران دانشگاه تهران مکانیک خوندم، اینجا مسترز از دانشگاه گوئلف گرفتم و هم تو زمینه شرکت های مهندسی مشاور کار کردم و هم تو شرکت های کانترکتور کار کردم و لایسنس ها و کردینشل هایی که دارم پروفیشنال انجینیر فرام اونتاریو هستش تو مکانیکال انجینیرینگ و سرتیفاید انرژی منیجر هستم و لید ای پی هم هستم. حالا این لایسنس ها و دزیگنیشن ها هر کسی سوال داشت میتونیم آخر جلسه بپرسیم که بدونیم هر کدومش به چه دردی میخوره. این اسلاید کلی چیز میتونه به ما یاد بده و کلی حرف برای گفتن داره. همونطور که تایتلش رو میبینید Where to start، مثلا ما تازه از ایران اومدیم، تازه فارغ التحصیل شدیم، نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. قدم اول اینه که با خودتون باید رو راست باشید، از خودتون پرسید به چی علاقه دارید و میخواید چه کاری انجام بدید. یکی از دوستان بود با من تماس گرفت، گفت من بر فرض مثال تو ایران مهندسی کشاورزی خونده بودم ولی تجربه کارهای معماری و آرکیتکت هم دارم بر فرض مثال، و من رزومه‌اش رو نگاه کردم هر جفت اینا رو نوشته. خب شما نمیتونی اینجا بگی که من هم هر چی شما بگید من همون رو انجام میدم، برام فرقی نداره، فقط میخوام شروع کنم. نه، باید تصمیم بگیرید چی کار میخواید کنید. وقتی که تصمیم گرفتید اون موقع است که باید برید ببینید چه جاب تایتلی رو باید راجبش سرچ کنید. بر فرض مثال من خودم که مهندسی مکانیک خونده بودم تو دانشگاه، بعد که فارغ التحصیل شدم خب دنبال چه تایتلی رفتم؟ دنبال تایتلی مثل پراجکت کوردینیتور، دنبال تایتلی مثل مکانیکال دیزاینر، انرژی انالیست. این تایتلی بود که من بهشون علاقمند بودم و سمت این تایتل رفتم. حالا شما تایتل های مناسب رو از کجا میتونید پیدا کنید؟ به نظر من ایندید و لینکدین جز بهترین جاهایی هستش که شما میتونید بهشون ریفر کنید و این تایتل ها رو پیدا کنید. پس اول از خودمون میپرسیم میخوایم چیکار کنیم، تواناییامون تو چه زمینی هستش، و بعدش میریم اون جاب تایتل هایی که وجود داره رو
پیدا میکنیم، یه شورت لیست درست میکنیم. خب حالا که جاب تایتلمون رو پیدا کردیم، باید بریم ببینیم توی کشور کانادا هر کدوم از این جاب تایتل ها چه ریکوایرمنت هایی داره. بر فرض مثال برای کسی که میخواد مکانیکال دیزاینر باشه چه ریکوایرمنت هایی وجود داره براش؟ کسی میتونه چند تا اد کنه اینجا به نظر شما برای کسی که بخواد دیزاینر باشه چه چیزهایی باید بلد باشه؟ اگه خودتون رو آن میوت کنید ممنون. دوستان کسی نبود؟ آه. سلام علیکم. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. مرسی. زنش. ما برای دیزاینری فکر می‌کنم اولین چیزی که لازمشه دانش، یعنی داشتن دانش استفاده از نرم افزارهای موجود برای در واقع دیزاینینگ هستش، و بعد از اون دونستن استانداردهای مورد نیاز در واقع کشوری که حالا توش هستیم. مثلا حالا توی کشورهای اروپایی، حالا من با توجه رشته خودم از استانداردهای IIS بیشتر استفاده میشه، ولی اینجا اون چیزی که من فهمیدم بیشتر از استانداردهای IEEE استفاده میشه. این دوتا از حالا شما دقیقا درست گفتی. حالا شما فکر کنم الکتریکال انجینیرینگ باشید. بله. پس کسی که دیزاینره تایتلش مشخصه، باید اون نرم افزار مثلا اتوکد و ریویت رو بلد باشه، و همونطوری که ایشون گفتن باید اون کدا و استانداردهایی که هستش رو بلد باشه. حالا برای دوستانی که تو مهندسی مکانیک هستن، یه خوبی که هستش اینه که ایرانم ما کدامون بر اساس اشری بود، اینجا هم بر اساس همون اشری هستش که کار راحت تر میکنه. خب در کل بحث سافتور ها، بحث استانداردها، بحث مهمی هستش که ما قبل اینکه حتی برای جاب اپلای کنیم حداقل باید اسمشون رو شنیده باشیم. حالا که ما فهمیدیم برای اون کار مورد نظرمون چه چیزهایی نیاز هست، باید بریم رزوممون رو. حالا بعضی از شرکت ها کاور لتر میخوان، بعضی ها رزومه. ببین شما نمیتونی یک رزومه جنرال درست کنی و باهاش همه جاب ها رو اپلای کنی. نه، در واقع باید برای هر پوزیشنی که میخواید اپلای کنید رزومتون رو تیلر کنید. یعنی چی؟ یعنی قبل اینکه حتی اپلای کنید برید جاب دیسکریپشن ها رو بخونید، ببینید چه کیوردهایی تو اون جاب دیسکریپشن هست. بر فرض مثال کسی که میخواد مکانیکال دیزاینر باشه، قطعا تو جاب دیسکریپشن هاش میبینه مثلا اتوکد میخواد، ریویت میخواد. شما خیلی مهمه که این کیوردها رو تو اون رزومتون بذارید قبل اینکه اضافه کنید، قبل اینکه اپلای کنید. و دلیلش هم اینه که خیلی از شرکت های بزرگ قبل اینکه رزومه برسه به دست حالا هیومن ریسورسرشون یا هایرینگ منیجرشون، توسط یه سافتور میاد رزومه رو بررسی میکنه، میبینه چند درصد مطابقت داره با اون کیبوردهایی که برای اون جاب نیازه. پس اینطوری نباشه که یک رزومه آماده کنید و با اون رزومه 100 تا جاب اپلای کنید و بگید هیچ کدوم خبری نشد، دچار ناامیدی و یأس بشید. پس خیلی مهمه که وقت بذارید قبل اینکه اپلای میکنید، رزومتون رو مطابقت بدید با کیوردها و جاب دیسکریپشنی که اون شرکت مد نظرش هستش. مطلب بعدی اینه که بچه لینکدین خیلی چیز مهمیه برای کار پیدا کردن. واقعا خیلی مهم. شما قبل اینکه حتی سمت اپلای کردن کار برید، یه هفته، دو هفته وقت بذارید یه صفحه لینکدین پروفشنال بسازید. حالا چطوری میتونیم این کارو بکنیم؟ صفحه پروفشنال یعنی چی؟ ببینید تو دوستانتون، تو آشناهاتون، اون کسایی که موفق بودن تو زمینه خودشون، برید صفحه لینکدینشون رو ببینید. ببینید اونا چطور درست کردن. یه الگو ازش الگو برداری ازش کنید و حالا شما اون اکسپریانس های خودتون، سافت اسکیلز هایی که دارید، هر چی که دارید رو بذارید. و مطلب دوم اینه که شما خیلی از این موارد مهم برای ساختن یک صفحه لینکدین خوب میتونید تو یوتیوب پیدا کنید. یعنی خودتون برید تو یوتیوب سرچ کنید ببینید برای یک صفحه لینکدین خوب چه چیزهایی نیاز. پس اول ما بیایم یه صفحه خوب لینکدین درست کنیم، کانکشنمون رو اد کنیم، یه رزومه خوب درست کنیم، بعدش شروع کنیم اپلای کردن. چرا این کار رو باید کنیم؟ چون که شما، من چیزی که خیلی دیدم، دوستانی بودن که رزومهشون خیلی مناسب نبوده، همینطوری شروع کردن اپلای کردن. بعد یک هفته، دو هفته اپلای کردن، خب ببینن خبری نشد، دچار ناامیدی میشن، مثلا
طرف میخواسته مهندس مکانیک بشه، اینجا میگه نه من اصلا میخوام برم بر فرض مثال تکنسیان بشم، یا اصلا نه میخوام برم راننده اوبر بشم. و این دلیلش هم این بوده که شما وقتی بدون هدف و بدون اون پشتوانه اپلای میکنی و هیچ خبری نمیشه، هیچ اینترویوی نمیگیری، این باعث میشه که ناامید بشی دیگه. خیلی منطقیه، روکیتون از دست. کجاها میتونی برای کار اپلای کنی؟ کسی نظری داره؟ خب ایندید و لینکدین رو که همه میدونن، آیا جای دیگه هستش به نظر شما؟ دوستان کسی نظری داره؟ من خودم این چند وقته که اومدم اینجا، تقریبا یک ماه من رسیدم اینجا، حالا سعی کردم مثلا برم توی گوگل سرچ کنم شرکت های مثلا برقی، حالا الکتریکال کامپانیز، اینا رو سرچ کنم، بعد برم سایتاشون نگاه کنم ببینم فرصت های شغلی رو تو سایتاشون گذاشتن یا نه، یا ایمیلی معرفی کرده باشن، رزومه رو براشون فرستاده باشم. به غیر از لینکدین دقیقا همینطوره. پس شما میفرمایید که اول شورت لیست آماده کنیم از کمپانیایی که هستن، بعد بریم از خود وبسایتشون اپلای. یعنی فقط شما اینطوری نباشه که از لینکدین و ایندید اپلای. حالا من یه پیشنهاد دیگه هم که دارم، یه سری از کمپانی هستن بهش میگن ریکروتینگ ایجنسی، مثلا کمپانی مثل هایس، HAYS، کمپانی مثل رنستار، اینا کمپانی هستن که شما میتونید وارد وبسایتشون بشید، اونجا رزومتون رو آپلود کنید، بعد با توجه به اون اسکیلز و رزومه که دارید، شاید مثلا هفته بعدش یا چند روز بعدش از خود اون کمپانی زنگ میزنن به شما، میپرسن خب دنبال چه کاری هستی، چه چیزهایی مد نظرته، چه سالری رنج داری، و اونا در واقع میشن ایجنت شما که برن براتون کار بده. پس اینم در نظر بگیرید، کمپانیایی که ریکروتینگ هستن اونا میتونن کمک کنن. خب خیلی از دوستان از ایران اومدن، خیلی از دوستان تازه فارغ التحصیل شدن، شاید هنوز سابقه کار نداشته باشن. اون پیدا کردن کار اول توی کانادا شاید یه مقدار مشکل باشه. من خودم کاری که کردم این بود که رفتم مثلا دزیگنیشن لید گرفتم، شاید اون موقع نیاز نبود ولی باعث شد که من بتونم چند تا اینترویو بگیرم و بتونم یه جاب اپورتونیتی خوبی پیدا کنم. حالا من خودم پی انج رو خیلی خیلی بهتون توصیه میکنم، از همه اینها مهمتر واقعا پی انج، ولی خب شاید یه پروسه سخت‌تر و زمان برتری باشه برای شما. اینه که ببینید دیگه چه سرتیفیکیت هایی هست که میتونید برید سمتش و کمک کنه. و اگه تو جاب پستینگ هایی که ببینید، خیلی از جاب مثلا نوشته lead is an asset، یعنی صرفا designation lead و نیاز نده برای اونجا، ولی اگه کسی داشته باشه به عنوان یک امتیاز براش در نظر بگیره. پس این سرتیفیکیت ها، ترینینگ ها، لایسنس هایی که نیازه، اینم باید شورت لیست کنیم. بعضی هم هستن خب خیلی هزینه برن، خب حالا با توجه به شرایط مالی میتونیم اونا رو بذاریم کنار، ولی بعضیشون هستن مثلا یه سرتیفیکیت مثل لید خود آدم بخواد بخونه، شاید مثلا با $200، حتی اگه دانشجو باشید امتحانش فکر کنم $150. واقعا من حتما بهتون توصیه میکنم که این کار رو کنید. بچه شماره 8 بحث سوشالایز کردنه. حالا شاید شما فکر کنید منظورم از این که سوشالایز کنی یا کانکشن بسازی اینه که تو لینکدین بریم پیام بدیم بریم. این یکی از مواردشه، ولی موارد بهتر اینه که بریم ببینیم این اسوسییشن ها، ارگانیزیشن ها، اینا چه موقعی، بعضی وقتا مثلا کنفرانس میذارن، گدرینگ دارن، وبینار دارن. مثلا چند وقت پیش اونتاریو سوسایتی آف پروفشنال انجینیرز تو تورنتو یه دونه حالت کنفرانس داشت. این خیلی فرصت خوبیه که شما بری حضوری با کسایی که تو این اینداستری هستن ملاقات کنی، باشون صحبت کنی، یه چت دوستانه داشته باشی که اون فرست ایمپرشن رو در واقع باشون بسازی، بعدم بیای توی لینکدین ادشن کنی. پس صرفا برای بحث سوشالایز کردن اینطوری نباشه که فقط فکر کنید تو لینکدین باید مسیج بدید و خیلی از اونها شاید اصلا جوابتون ندید. این بحث این پرسن ملاقات کردن رو حتما در نظر بگیرید. شماره 9 هم بحث این بود که اون ریکروتینگ ایجنسی ها رو باشون مکاتبه کنید، رزومتون رو بفرستید و در واقع کار اونها اینه که برای شما کار پیدا کنه، از شما هیچ پولی دریافت نمی‌کنه، پولش رو از اون کمپانی که شما رو هایر کرده. دو تا مطلب خیلی مهم اینه که بدون
یک زبان انگلیسی خوب امکان پذیر نیست کار پیدا کردن. پس اینطوری نباشه که بگید حالا زبان رو بعدا میرم تو محیط کار یاد میگیرم. نه، واقعیتش اینه که اگه زبانتون ضعیفه حتما باید روش کار کنید. یوتیوب ببینید، کلاس های کامیونیتی سنترها رو ببینید، هر چی که فکر میکنید میتونه کمکتون کنه حتما این کار انجام بدید. چون بدون زبان، حالا میگم آیلتس 7.5 باید داشته باشی، ولی در این حدی که دوتا ایمیل بتونی بنویسی، حرف بزنی، یه چیزی که کار اون کمپانی رو بده. و بازم تاکید میکنم همین امروز شروع کنید یه منتور برای خودتون پیدا کنید، و منتورتون هم باید کسی باشه که همه جوره بهش اعتماد دارید و سعی کنید به حرف یکی گوش کنید، به توصیه یکی گوش کنید که دچار سردرگمی نشید. دوستان راجع به این اسلاید کسی هست سوالی داشته باشه قبل اینکه بریم اسلاید بعدی؟ آقای سروش، یه سری از دوستان اسم شرکت ها رو خواسته بودن، شرکت های ریکروتری که شما گفتین. خب خیلی عالی، بریم با هم دیگه سرچ کنیم. منم الان فکر کنیم، مثلا من نمیدونم الان صفحه منو میبینید؟ دارم تو گوگل سرچ میکنم، درسته؟ میبینید دوستان؟ نه، صفحه گوگل نشون نمیده، پاورپوینتتون مشخص. الان چی؟ الان بله. خیلی. بریم با هم دیگه سرچ کنیم job recruiting agencies. مثلا این کار بزنم، مثلا این تورنتو. ببین همه اینا هستش. حالا اونایی که من میشناسم، هیس شرکت معروفی هستش، HAYS. اینو روش تو وبسایتش میتونید رزومتون رو آپلود کنید و من میدونم که باهاتون تماس میگیرن. پس این شرکت هیس رو در نظر بگیرید. بعد شرکت Talent Sphere Staffing هستش، اینم شرکت معتبریه. Motion Recruitment هستش. اینا رو دونه دونه باید برید توی وبسایتشون و رزومتون رو اونجا آپلود کنید. حالا تو گوگل خودتون سرچ کنید، یه شورت لیست درست کنید از چیزایی که نیازه و اینا براتون میتونه گزینه خوبی باشه که رزومتون آپلود کنید. نام جواب سوالتون رو دادم یا میخواید اینجا مثلا یه رزومه با هم آپلود کنید؟ سوالی هست راجع به این شرکت ها؟ دوستان اگه سوالی داریم بفرمایید. الناس خانم آن میوت میتونن بکنن دوستان خودشون رو؟ بله. شما باید بهشون اکسس بدید. نه میتونن آن میوت بکنن، مشکل نداره. اوکی. خب بس اگه سوالی نیست من برمیگردم به یکی از دوستان گفته که آپلود بکنین که ببینن. اوکی. و یکی دیگه از دوستانم پرسیده که چطور میتونن منتور پیدا کنن. خب بحث منتور پیدا کردن، میتونید توی لینکدین پیام بدید به اون کسایی که تو اینداستری شما هستن، مثلا تو مکانیکال انجینیر، تو شرکت های معتبر ببینید کیا هستن و کسایی که مطمئن باشید که موفق هستن تو زمینه خودشون. شما ممکنه توی لینکدین بر فرض مثال به 10 نفر پیام بدید، 8 نفرشون اصلا جوابتون ندن، یه نفر بگه نه، ولی قطعا یه نفری پیدا میشه که منتور شما بشه. من چیزی که باید به دوستان توصیه کنم اینه که سعی کنید وقتی منتور پیدا کردید به وقتش احترام بذارید. چون این مثلا برای خود من پیش اومد که خواستم کمک کنم یه بنده خدایی، ولی دیگه توقعات بی جایی مثلا داشت، مجبور شدم که دیگه باهاش همکاری نکنم. احترام بذارید به وقتش، حتما قبل اینکه بهش زنگ بزنید پیام بدید که کی وقتش آزاده که بتونید با هم دیگه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه در روزی مکاتبه داشته باشید که کار انجام بدید. خود فناوران با آقای مهندس امانی میتونید تماس بگیرید، ایشون دوستانی رو میشناسن که حالا تو زمینهای مختلف هستن و یه تیمی از بچه ها هستن که داوطلب میشن و میتونن کمک کنن. با مهندس امانی تماس بگیرید و تو لینکدین سعی کنید پیام بدید به کسایی که فکر میکنید تو زمینه شما موفق بودن.
راجع به منتور پیدا کردن کسی سوال داره؟ اگه نه بریم بر فرض مثال شرکت هیز رو ببینیم چطوری کار. سرچ جاب تایتل مثلا من بر فرض مثال میزنم مکانیکال دیزاینر، بعد اینجا مثلا بزنیم تورنتو. خب این مثلا این شرکت ها هستش که مثل همون روش ایندید میتونی اپلای کنی. حالا یه گزینه ای داره که شما اینجا یه اکانت میسازید، create an account، و همینجا رزومتون رو آپلود میکنید. وقتی که آپلود کردید بر اساس رزومه که آپلود شده اون جابا رو بهتون پیشنهاد میکنه. مثلا اینجا first name، last name، ایمیل ادرس، بعد رزومت رو میسازید. بقیهشون هم وبسایتشون تقریبا همین جوریه، اینه که رزومت رو آپلود میکنی و بر اساس اون کیوردهایی که تو رزومت هست میاد یه سری جابا بهتون پیشنهاد میکنه. حالا خوبی این شرکت های ریکروتمنت اینه که اینا کارشون اینه که شما استخدام بشید، چون وقتی که شما استخدام بشید اینا میرن کمیسیون میگیرن از اون شرکت مقابل. اینه که اگه واقعا ببینن رزومتون خوبه پیگیر میشن، تماس میگیرن، اینترویو براتون ستاپ میکنن، یه مقدار کمکتون. بازم میگم فقط اینطوری نباشه که فقط تو شرکت های ریکروتمنت برید رزومتون رو آپلود کنید، قطعا لینکدین و ایندید رو همچنان در نظر بگیرید. خب اگه سوالی نیست راجع به این برگردیم به پاورپوینت. آقا محمد شما دستتو هم میرم باز. سلام سلام، وقتتون بخیر، شب همگی دوستان بخیر. دو تا سوال داشتم خدمتون. یکی این که توی گرفتن پی ان جای شما میتونید الان یه اطلاعات مختصری از پی انج بدید به کسایی که حالا تازه وارد هستن؟ آره. که من یه راهنمایی که از فناوران گرفتم این که از یکی از دوستانی که حالا تدریس برق هم میکنن گفتم بهتر اول لایسنس ها رو بگیرید، چون که حتی توی مشاوره محاسبات تمام این کدبوک ها استفاده میشه. اینو اگه میشه به صورت پایه‌ای که حالا قدم به قدم و خلاصش حالا بهمون بگید این بد نیست، ممنونتون میشم. بعد یه نکته دیگه در رابطه با رشای بین رشایی. ببینید من لیسانس هم مهندسی برق بوده ولی فوق لیسانس هم مکانیک بوده، شاخه انرژی های تجدید پذیر. بعد من اینجا حالا سرچی که کردم کمتر شرکت های توی زمینه محاسبه و اجرای شبکه های خورشیدی و فوتوولتایک میبینم کار میکنن. اینو هم اگه حالا چون بر اساس که رشته شما مکانیکه و بعضی از دوستانم برق هستن، اینو اگه یه راهنمایی هم توی زمینه انرژی کنید و اجرای این ممنونتون میشم. خیلی عالی. محمد جان در رابطه با سوال اولت، پیو قانونش رو عوض کرد و الان فقط بر اساس رشته‌ای که تو لیسانست خوندی شما لایسنس به تعلق میگیره. خب یعنی مثلا شما لیسانست برق بوده باید بری کورس‌های برقی که برات در نظر میگیرن اونا رو پاس کنی. حالا یه سری امتحانا هستش که در واقع سلکتیو هستش، میتونی انتخاب کنی کدوم رو بری، ولی معیار لیسانس شما هستش. نکته دوم اینه که تو خود وبسایت فناوران توی یوتیوب سرچ کنید فناوران. من دیدم دوستان خیلی زحمت کشیده بودن و توی یوتیوب اگه سرچ کنید فناوران یه چند تا ویدیو پیدا می‌کنید. همونطور که الناس خانم گفتن این ویدیو رو ببینید. ما یه آزمونی داریم به اسم NPPE که در واقع اخلاق مهندسی هستش. اینو ببینید که چی نیاز داره. یه دونه ویدیو هستش دقیقاً این. آشنایی با دریافت لایسنس مهندسی در کانادا.
اینو ببینید. و یه دونه دیگه هم هستش که تغییرات اخیر سازمان مهندسیه، یه دونه بالا سمت راست هستش که در واقع تفاوت آنتاریو و بریتیش کلمبیا رو آقا بابک صحبت کردن، هم رفع بله. اول بالا بودش. بله خواهی میکنم میونه کلامتون. سنخیتی داره گرفتن لایسنس های مربوط تو زمینه کاری و گرفتن پی انج تو همون زمینه؟ مثلا من لایسنس های برق رو بخوام بگیرم خب میشه تکنسیانی، بعد بخوام پی انجش رو بگیرم، این مشکلی به وجود نمیاره؟ نه مشکلی نداره، ربطی به هم نداره. ولی شما بر فرض مثال بخواید لایسنس مهندسی برقتون رو بگیرید، اولش باید امتحان اخلاق ما، اول که بریم اینجا بهتون نشون بدم، بریم تو وبسایت پی او و فرض میکنیم که شما تو آنتاریو هستید. خب بعد وقتی که رفتید توی وبسایت بزنیم apply maybe، خب تو قسمت license order بزنیم apply to be a license order. خب بعد become a professional engineer، وقتی میری اینجا شما با 4 تا قسمت هست سرکار دارید که اولیش هست بحث اکادمیک ریکوارمنت. حالا نکته ای که پیش میاد اینجا اینه که دوستانی که اینجا لیسانس نگرفتن باید یه سری امتحانهای، مثلا اگه شما مکانیک خونده باشید باید برید کورس سیالات مثلا امتحان بدید، ترمودینامیک، یه سری درس ها هستش که باید امتحان بدید که حالا توی همون یوتیوب فناوران یه ویدیو هم راجع به این من دیدم ساخته شده. و بعد که این کورس رو پاس کردید و امتحان MPP رو پاس کردید، باید در واقع اون اکسپریانس ریکوردتون رو که چه کارهایی در اون زمینه مهندسی برق بر فرض مثال انجام دادید براشون بفرستید که اون رو ریویو کنن و ببینن که لایسنس به شما تعلق بگیره یا نه. اما نمیم جوابتون رو دادم یا شما بازم سوالی دارید؟ ممنونم، لطف کردید. من یه چیز دیگه هم میخواستم اضافه کنم تا یادم نرفته، یه شرکتی هستش توی اونتاریو که خیلی تو زمینه صفحات خورشیدی کار میکنه، اسمش هستش لیبرتی پاور اگه اشتباه نکنم. اینو سرچ کنید، فکر میکنم یکی از بزرگترین شرکت هایی باشه که تو همین زمینه یه صفحات خورشیدی کار میکنه و احتمالاً پوزیشن هم باید زیاد داشته باشه تو زمینه شما. این هست Liberty Utilities. آقا محمد دیدی اینو؟ فکر کنم کانکشنشون قطع. بله. آره بعدا اینو سرچ کنید، حالا با هم میتونیم صحبت کنیم، من میشناسم چند نفر رو اینجا، شاید بشه که بتونم ریفرش کنم. جانم دوستان مثلا که باز سوال دارن. سلام، من میتونم بپرسم؟ خواهش میکنم بفرمایید. سلامت باشید. این که من از بی سی هستم برای پینج میخوام اقدام کنم، قطعا به همه کورس میخوره؟ تا اونجا که من میدونم هر کسی که اینجا لیسانس مهندسی نگرفته باشه بهش کورس میخوره. حالا شما یه زحمتی بکشید اینو تو تلگرام فناوران تو صفحه پی‌اچ بپرسید، ولی من تا اونجا که میدونم اگه لیسانس مهندسی تو رو تو کانادا نگرفته باشید بهتون کورس میخوره، این چیزی که من دیدم و شنیدم. خب قبلا اینطور نبود؟ چون مثلا میگفتن قبلا اینطوری بود که میانه کلمات، مثلا من خودم اتفاقی که برام افتاد، من فوق لیسانس مهندسیمو همون تو زمینه مکانیک اینجا خوندم، بعد کورسامو ویو کردم، نیاز نشد که برم امتحان بدم. ولی شنیدم که قانون جدیدی که گذاشتن مثل این که به تمام کسایی که لیسانس مهندسی تو خود کانادا نگرفته باشن بهشون کورس میخوره. این حالا یه دبل چک بکنید با خود وبسایت بی سی و
میتونید تو گروه چت فناوران ها بپرسید، ولی تا اونجا که من میدونم کورس میخوره بهتون. اوکی، خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم دارم، اینکه چقدر مثلا مهمه که منتورمون حتما یه کانادایی باشه؟ اگه بتونی کانادایی پیدا کنی که بهتره. دلیلش هم اینه که خب فضای کار توی کانادا با فضای کار توی ایران شاید متفاوت باشه، و حداقلش هم اینه که باعث میشه زبان انگلیسی قوی بشه. ولی خب اگر منتورت ایرانی هم نبود، کانادایی هم نبود، فرقی نداره، از لانگ از این که یه آدم موفق باشه و بتونی بهش اعتماد کنی به نظر من کافیه. من پولی میگیره از ما، یعنی منتور؟ نه نه، یه کار داوطلبانه است. مثلا من خودم وقتی شروع کردم یه بنده خدای کمکم کرد و ازم قول گرفت که منم هر کسی میتونم کمک کنم تا اونجا که واقعا وقتم بشه. اینه که کار داوطلبانه است و هم خودت تو گروه فناوران احتمالا بتونید پیدا کنید، هم توی لینکدین اگه مسیج بدید قطعا یکی هستش که بتونه کمک کنه. خوالی، یعنی توی لینکدین بنویسم که لطفا مثلا یه منتور بر من پیدا بشه، یا اینکه برم مثلا سراغ، ببخشید من چون نمیدونم، برم مثلا سراغ یه نفر تحقیق کنم در موردش و بهش درخواست بدم، اینجوری بهتره؟ دقیقاً. اول تحقیق کنید ببینید چه کسی تو زمینه کاری شما حالا موفق هستش، یه شورت فیس درست کنید و شروع کنید در واقع کانورسیشن رو شروع کردن. خیلی ممنون. خواهش. دوست بعدی که سوال داره. سلام، شبتون بخیر. من میتونم صحبت کنم؟ خواهش بکنم، بفهم در خدمت. تشکر از شما. من مهندس مکانیکم و فیلد کاریم ترین اینسپکتور. این برنامه‌ای که فرمودید شامل منم میشه؟ ببخشید چی اینسپکتور هستی؟ ترین جرثقیل. آه، کرین اینسپکتور. خب این مسیر شامل منم میشه که این کورس ها رو بگذرونم، یا اینکه مسیر من متفاوته؟ برای پی انج گرفتن، برای شغل پیدا کنم که مربوط به کرین اینسپکتور باشه، برای لایسنس مهندسی گرفتن که این مسیر رو همه باید برن، ولی صرفا برای کسایی که در واقع منظورتون استراکچر کرین و شورینگ و ایناست؟ کرین باید از لحاظ سیفتی یه دونه سرتیفیکت داشته باشم و مورد تایید استانداردی باشم که اون آیتم های هیدرولیک و پنوماتیک و سازه و استراکچر و جوش و غیره باید چک بشه، کنترل بشه، و تست های سالیانه 6 ماه 4 ماه با توجه به این ماه سرویس دهی که این کرین داره انجام میشه. گفتم برای این آیل لازم موارد این داستان بشیم یا مسیر ما فرق میکنیم با این داستان؟ حقیقتش من تخصصم نیست، نمیدونم چه جوابی بهتون بدم. فکر کنم تو چت فناوران بنویسید تو گروه تلگرامیشون، حتما کسی هستش که بتونه کمکتو کنه. سپاسگزارم. ببخشید من نمیخوام جواب اشتباه بدم، شما گمراه بشید. دوستان سوالی هست؟ ببخشید من جانم علی آقا بفهم. ببخشید اجازه است، من یه موردی بود خواستم اشاره کنم. ببینید ما الان من خودم به عنوان مکانیکال دیزاینر در واقع حالا لینکدین هم ایجاد کردم، رزومه هم تهیه کردم، منتها خب خیلی از این شرکت ها میگن که باید شما مثلا OBC کد و CSA و اینها رو در واقع اشراف داشته باشید. من یه خواهشی که داشتم این بود که اگر فناوران یک دوره بذاره برای حالا رشته مکانیک که این کدها رو به قول معروف بتونه به یه دوره آموزشی باشه، به نظر من خیلی برای مهندسین مکانیک میتونه این قضیه مفید باشه. من دیدم مثلا دوره کدها رو برای رشته آرکیتکچرال و بیلدینگ کد و اینها گذاشتم، منتها فکر نمی کنم این خیلی برای ما، برای ماها که رشتمون در واقع مکانیک هست، خیلی کارایی داشته باشه. یکی این مورد بود. یکی هم در زمینه در واقع پیدا کردن جاب، من حالا یه تجربه شخصی من اینه که خیلی از شرکت ها هستن که کوآپ پروگرام دارن
اینم به نظر من میتونه مفید باشه و میتونن دوستان مراجعه کنن به بعضی از شرکت ها که این برنامه کوآپ رو دارن، برای یه سری دوره هایی هستش که میتونن بگذرونن و بعدش هم معمولا تو اون شرکت ها میتونن مشغول به کار بشن. الناس خانم، راجع به این که کلاس OBC کد رو بذارم میتونید حالا صحبت کنید با مهندس امانی، ولی خب بله علی آقا، حتما. من یه پیشنهادی هم که میکنم اینه که شما صبر نکنید تو همچین کلاسی تشکیل بشه و حالا شرکت کنید، سعی کنید خودتون شروع کنید خوندن. حالا منم تا جایی که بتونم در خدمتتون هستم، من این کدا رو دارم، میتونم یه سریاشونو براتون بفرستم، حالا شما به عنوان روزنامه بار برید سمتش و باز اگه سوال چیزی بود من در خدمتتون هستم. سعی کنید که سلف استادی کنید واقعا که وقت رو از دست ندید. من آقای مهندس از طریق لینکدینتون میتونم مزاحمتون حتما باشم؟ حتما خواهش میکنم، مراهم دارم. من خیلی خودم ممنون. این کدا رو اون چیز اونایی که استفاده میکنم و دارم، میتونم مثلا مهماشو به شما نشون بدم، شما یه نگاهی بکنید و خیلی سوالی اگه. ممنون. بله بله حتما، مرسی، من خواهش مزاحمتون. حتما خواهش میکنم. ما البته یه دوره هم اواخر نوامبر داریم که بحث BCIN، اون برای افرادی هستش که تو آنتاریو زندگی میکنن و در واقع یه پکیج هستش که شامل خود BCIN و بحث وود فریمینگ هستش که اگر که دوستان خواستن میتونن شرکت بکنن. بله، من اون رو اتفاقا یه جلسه بود که در رابطه با آشنایی که بود من نگاه کردم جلسه شو، گفتم بیشتر برای رشته های معماری و رشته ساختمون هست، یعنی اون بخشایی که راجع به اچ‌وک و اینهاست خیلی ورود پیدا نمی‌کنه. بیشتر بحث اون بحث اچ‌وک و بحث مثلا فایتینگ و کدهایی که بیشتر مربوط به بخش مکانیک هست و طراحی مکانیک و اینها، اگر حالا لطف بفرمایید مهندس امانی هم صحبتی بشه یا همچین دوره‌ای به نظر. مرسی. خواهش می‌کنم. علی آقا، شما تو ایران کار اشبک کرده بودی؟ بله بله. خب کدایی که استفاده میشه همون کدایی که ایران داشتیم، مثلا برای فایر پروتکشن NFPA 12.13.90.1 اینا استفاده، همین اینجا هم همون هاست. بعد اشرای مثلا 62.1 برای ونتیلیشن، اشرای 90.1 برای اکویپمنت سلکشن، بعد اشرای مثلا 15 برای رفرک کنم رفریجریشن و ایناست، در واقع همون هاست. فقط چیزی که هستش یه سری آپدیت خورده نسبت به اون ورژن هایی که تو ایران هستش که فکر میکنم شما یه نگاهی بندازید خیلی راحت. ممنون میشم دقیقا، چون فکر میکنم یه جاهایش هست که اینا کاستومایز شده که اونا بعد مثلا مشخص بشه و اینها. حالا من برام مزاحمتون میشم اونا رو اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم. حتما خواهش میکنم. حتما، مرسی. رویا خانم، شما بتونید سوالتون رو بپرسید، دستتون بالا. بله ممنونم. ببخشید من فقط سوالم این هستش که من لیسانس عمران دارم از ایران، اینجا فوق لیسانس مکانیک گرفتم و تموم شده درسم، الان هم توی رشته مکانیک دارم کار میکنم، حدوداً یک سالی میشه. با این توضیحایی که شما گفتین من یه مقدار خوب متوجه نشدم، من میتونم برای پینچ مکانیک اپلای کنم یا نه؟ خب یه جواب کلی بهتون بدم. شما وقتی که پینج میگیرید کسی بهتون نمیگه مثلا مثل ایران مهندسی مکانیک هستی. اینجا هر کسی که پینجه، یعنی من الان بر فرض مثال مهندس مکانیک هستم، ممکنه بتونم برم نقشه های الکتریک رو مثلا ساین کنم، ولی خب اخلاقی نیستش. اینطور نیستش که بگیم مهندس مکانیک داریم، مهندس عمران داریم، مهندس الکتریک. خیلی جنراله. میچی میگم؟ حالا شما وقتی میخواید برای پی انج اپلای کنید، معیارتون بر اساس مدرک لیسانسی که گرفتید تا اونجا که من میدونم، و به خاطر همین باید وقتی اکسپریانس ریکوردتون رو می‌نویسید یا اون کورسایی که پاس میکنید همون عمرانیه که هستش. حالا یه زحمت بکشید اینو تو گروه فناوران بپرسید که مطمئن شید، ولی تا اونجا که من میدونم معیار لیسانس هستش. یعنی در واقع اکسپریانسی که حالا مثلا از ایران هم داشتیم لحاظ میشه، میتونیم اونا رو هم لحاظ کنیم؟ حتما. آره حتما.
و این تجربه کاری که حالا اینجا به دست میاریم، مثلا من یه سالی که دارم اینجا کار میکنم، دیگه هیچ فایده ای در واقع نداره توی مکانیک، درسته؟ قطعا فایده داره، فقط مهم اینه که چطوری بنویسته، چون برای اینا بحث یک مهندس فقط اینطوری نیستش که محاسبات رو بلد باشه، بحث کامیونیکیشنش هست، بحث پراجکت منیجمنتش هست، همه اینا میتونه تاثیر مثبت بذاره. خیلی مهمه اینه که چطوری اون اکسپریانس ریکوردتون رو بنویسید. در واقع پس کمک کننده هم میتونه باشه، درسته؟ به نظر من قطعا کمک کننده هستش. کسی هستش که مثلا حالا تو این گروه ها که من بتونم منشن کنم که بهتر بتونه به من کمک کنه، چون من مهندس بابایی و بابک بابایی منشنش کنید تو گروه و اون خیلی سریع هم میدونم جوابتون. ممنونم، مرسی. خواهش. یه فناوران ساپورت هم هستش که حالا هر سوالی که داشتین تو گروه ها میتونین از ایشون بپرسین، یعنی اون آیدی رو منشن بکنین و راهنماییتون میکنم. ممنونم، مرسی. خواهش میکنم. آقا کام، شما اگه سوال دارید من در خدمتم. عذرخواهی میکنم، در رابطه با همین مراحل در واقع پی اچ گرفتن دو تا سوال داشتم. یکی این که من خب قبل از اینکه از ایران بیام بیرون مدرک تحصیلیم رو از طریق این دادم به وست و معادل سازی کردن یه جورایی برای من، ولی خب داکیومنت بای داکیومنت بودش، کورس بای کورس نبود درخواست من. حالا اینجا که برای پی اچ که بخوام اقدام کنم، میتونم دوباره از همون طریق وست مثلا من مدارک تحصیلیم رو بفرستم، یعنی لیسانسم رو بفرستم براشون دوباره مثلا این کار رو انجام بدم؟ اگر که میشه چجوری میتونم این کار رو بکنم؟ یکی این سوال. یکی هم این که برای در واقع خب این چند سال سابقه کاری که من یا بقیه دوستانم توی ایران داشتن، اون رو چی جوری میتونیم برای در واقع سازمان بفرستیم، برای پی اچ بفرستیم؟ این دو تا مورد اگه خود بفرمایید. ممنون. در مورد سوال اولتون میدونم وست میشه، ولی بازم سعی کنید از مهندس بابای بپرسید که جواب مطمئن باشه. سوابق ایران همش حساب میشه. کاری که کردم قبلا اینطوری بود که شما میخواستی پی اچ بشی توی کانادا، حتما باید یک سال سابقه کانادایی میداشتی زیر یک نظر پی اچ که سوپروایزر. حالا اومدن اونو حذف کردن، ولی سختیش چیه؟ سختیش اینه که برای کسایی که در واقع لیسانس خارج از کانادا خوندن، اون تکنیکال اگزما رو گذاشتن، و اینکه خیلی مهمه چطوری اون اکسپریانس ریکوردت رو بنویسی. شما هر چقدر اکسپریانس ریکوردت کامل‌تر باشه و نشون داده باشی که اون محاسبات مهندسی، اون فرمولا، اون فاندامنتال کجا استفاده کردی با ذکر مثال، این باعث میشه که خیلی اپلیکیشن تو کامل تر باشه. جوابتو کلی بگم، تمام سوابقی که تو ایران اگر در زمینه مهندسی بوده باشه قابل نوشتنتون پرونده. فقط کاری که میکنید خیلی مهمه، بدید یکی حتما ریویو کنه اون مدارکی که و اون تجربه کاری که نوشتی قبل اینکه براشون بفرستید. کسی که قبلا اینجا پی ان شده و اون کارو کرده، بدید حتما ریویو کنه. میدونم فناوران یه دوره‌های مشاوره برای نوشتن این مدارک داشت تا اونجا که من میدونم، بازم حالا بپرسید اگه هنوز هست، بد نیست یه صحبتی بکنید باشون، چون بهتر اینه که مطمئن باشید چیزی که میفرستید کامله، چون وقتی اینا فلگتون بکنن میگن بیاید مصاحبه و کلی سوال اینا میکنن، هم کارتون سخت‌تر میشه هم پروسه زمان برتری میشه. یعنی در واقع حالا اون تکنیکال اگزما یا اون کورسایی که شما فرمودین در واقع رابطه مستقیمی با نوع، یعنی نحوه نوشتن حالا سوابق کاریمون یا این مدرک تحصیلیمون داره؟ یعنی احتمال داره اگر که حالا سوابق کاری کامل تر نوشته بشه، جزئیاتش بیشتر باشه، مثلا کورس نخوریم یا مثلا تکنیکال؟ تا اونجا که من میدونم اگر لیسانستون رو تو کانادا نگرفته باشید بهتون کورس میخوره. این بر اساس قانون جدیده. قبلا اینطوری بود که اگه بر فرض مثال مسترز میخوردید اینجا یا پی اچ دی مثلا میخوندید ویو میکردن، ولی قانون جدید تا اونجا که من دیدم هر کسی لیسانسش خارج از کانادا بوده باشه بهش کورس میده.
معلوم هست که چند تا، یعنی چند تا درس یا فکر میکنم حالاش 4-5 تا باشه. یه دونه یوتیوب فیلم یوتیوب هست توی فناوران، اونو مهندس بابای جدیدن درست کردن، اونو اگه نگاه کنید مطمئنم جوابتون رو میدید. من دقیقش رو نمیدونم چند تا کورسه، ولی میدونم مثلا 4-5 تاست. بعد اگه چند تاشو بالای یه امتیاز خاصی بگیرید اون بقیهش رو ویف میکنن، یه همچین قانونایی من شنیدم که دارن. اون ممنون. ویدیو رو لطفا ببینید، مطمئنم که جوابتون کامل میگیره. سپاس شد. ارادت خواهش. من آی میتونم سروش بپرسم؟ من سوال داشتم، ببخشید. گفتن که کورس های مثل یودمی برای وب دیولوپینگ امیدوار کننده هست که بتونیم شغل به دست بیاریم. طریق پیدا کردن این جاب به چه صورتیه؟ بکگراندشون مهندسی برق الکترونیکه و کار اصلیشون هم روی پردازش تصویر بوده. من خودم یودمی رو خیلی استفاده میکنم و اون موقع هم که برای اولین کار کانادایی میخواستم اقدام کنم حتی اون یودمی سرتیفیکیت ها رو گذاشتم. تاثیرش اینه که دانش شما زیاد میشه و وقتی میرید توی اینترویو یه حرفی برای گفتن دارید. به قول خارجی knowledge is power، هر چقدر بتونید علمتون افزایش بدید و توی اینترویو بتونید رو این تکنیکال نالجی که دارید مانور بدید، خب شانستون قطعا بیشتر میشه. قسمت دوم سوال چی بود؟ پردازش تصویر؟ کامل متوجه یه شد. لحظه. برای وب دیولوپینگ بله گفتن که یودمی خوب هستش یا نه، کار اطرافشون بکگراندشون برق الکترونیکه و کار اطرافشون روی پردازش تصویره. من زمینه وب دیولوپینگ رو نمیدونم حقیقتش، ولی جواب کلی که بدم اینه که هر چیزی که باعث بشه دانش شما زیاد شه قطعا توی اینترویوتون کمک میتونه کنه. یکی دیگه از دوستانم پرسیدن که آیا نیاز هست فوق لیسانس ایران رو هم برای تایید وز فرستاد؟ ممکنه تعداد کورس ها رو کاهش بده؟ تا اونجا که من میدونم تعداد کورس ها رو کاهش نمیده، چون معیار فقط لیسانستون هستش، ولی بازم میتونید از مهندس بابایی بپرسید که مطمئن بشید. و اینکه پرسیدن چه استانی رو به جای آنتاریو پیشنهاد میکنین برای PNG؟ میدونم که بی سی هم سخته مثل اونتاریو، ولی شاید جاهای مثل هالیفاکس راحت تر بگیرن. اینو دقیق نمیدونم، فقط بر اساس چیزاییه که شنیدم. ببخشید من یه سوال اضافه داشتم برای PNG. برای کسایی که کاردانی به کارشناسی بودن تو ایران شرایط به چه صورت هست؟ یعنی بازم همون کارشناسی ناپیوسته مد نظره یا اینکه نه همون کاردانی و کارشناسی، مثلا رشته برق که ابزار دقیق خوندن؟ میدونم که یک کیس مشابه بود که مهندس بابایی کمکشون کردن. اینو اگه لطف کنید از ایشون بپرسید که از کاردانی به کارشناسی رفته بودن، ولی فکر نمی کنم مشکل باشه. فکر نمی کنم که مشکلی ایجاد بشه، درسته؟ فکر نمی کنم. نه مرسی. ببخشید من یه سوال داشتم، این که خب من خودم مثلا تقریبا یکی دو سال پیش کارشناسی خوندم و خب این کورس ها رفتم نمونه امتحاناش رو دیدم، هم درس های مثلا ترم دو سه دانشگاه دیگه، و خیلی یعنی شاید بگم 1% هم یادم نیست از اون درس ها. این واقعا یه کار عجیب غریبه که درس های 20 سال پیش رو دوباره بیم امتحان بدیم. راهی نداره اینا رو ویو کنیم، مثلا بریم مصاحبه بدیم اینا ویو میشن؟ یا اینکه چون بحث طراحی مثلا رشته برق رو میگم که من برم، طراحی یه بحثیه و اون بحث کورسا و دانشگاه یه بحث دیگه است، اصلا خیلی با هم فرق میکنه. تا اونجا که من میدونم راهی نیست که ویو بشه، یعنی اینطوری نیست که برید مصاحبه و این کورسا رو ویو کنن بر اساس قانون جدید. ولی خب چیزی که بهتون بگم، میدونم سخته، میدونم باید زمان بگذارید، ولی مطمئن باشید که گرفتن یک لایسنس مهندسی توی کانادا خیلی 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 میتونه بهتون کمک کنه. یعنی هر چقدر راهش سخت باشه میارزه که این کار رو انجام بده. و میدونم که یه سری نمونه سوالات در اومده مثلا تو زمینه
مهندسی مکانیک یا برق، شاید بد نباشه که یه نگاهی به اون سوالا بکنید، ببینید مثلا سوالای پرتکرار چطوری بوده. الناس خانم اگه اشتباه نکنم فناوران یه دوره هم برای این تکنیکال اگزم من میدونم داشت، حالا میتونید مراجعه کنید به فناوران ببینید که بر فرض مثلا برای رشته برق همچین کورسی هستش که آمادتون کنه برای اگزم یا نه. ولی بازم میگم خیلی کمکتون میکنه که لایسنس مهندسی بگیرید اینجا، چه از لحاظ موقعیت شغلی، چه از لحاظ حقوقی که میگیرید، چه از لحاظ تعداد آپشنایی که دارید برای شغل پیدا کردن، خیلی خیلی کمک میکنه. بله، ما دوره های MPP و تکنیکالمون رو از ژانویه استارت میزنیم. یاد توضیحاتش رو تو گروه های تلگرامی میذاریم، دوستان میتونن استفاده کنن. دوره برقار هم دارید برای رشته برق؟ دوره تکنسیانی برق رو داریم در حال حاضر، ولی برای بحث تکنیکال برای پی انج اون قرار هستش که تا ژانویه بتونه اطلاع رسانی بشه. خواهی میکنم خانم مهندس، من یه اطلاعاتی بدم، میتونن از هفته دیگه کلاس های 309A الکتریکال داره برگزار میشه، ولی خب تو این هفته فقط فرصت هست برای ثبت نام. من چون ارتباط دارم با گروه فناوران اینو میتونم دوستانی که برق میخوان، بد نیست همین کتاب برای پی انج و برای کار هم حتی با بهش مراجعه میشه، چه حالا بچه های مکانیک باید به کدبوکشون مراجعه کنن برای طراحی، چه بچه های الکتریکال. این کتاب که حالا من کتابش هم دارم، خوبه که این دوره رو بگذرونن. البته این چیزی که من شنیدم از دوستان فناوران و اساتید عزیز. بله، مرسی بابت توضیحتون. توی دانشجوهایی که هستن تو دوره برق هم، بله شما درست فرمایید، هستن افرادی که میخوان برای پی انج اقدام بکنن و این دوره رو میگذرونن بابت اینکه آشنا بشن با یه سری کدها، بعد اون وقتی که دوره های مربوط به پی انج رو میگذرونن. اما رو شما سوالی دارین؟ دستتون بالا هستش. دستشون از قبل بالا مونده. آقای سروش میپرسن که برای رشته عمران چه لایسنسی رو پیشنهاد میکنین؟ امیرخان اسکندری، ببین برای کلیه دوستانی که حالا چون تو ایران هم به سری کار کردن، یه مقدار سینیورتر هستن، خیلی پراجکت منیجمنت پروفشنال یا پی ام پی خیلی خیلی میتونه کمکتون کنه. میدونم که اگه واقعا وقت بذارید شاید بشه بین 4 تا 6 ماه از پس آزمونش بر اومد یه نگاهی بهش بکنید به پی ام پی، خیلی میتونه کمکتون کنه. حالا دقیقا نمیدونم چه زمینه توی عمران مد نظرتونه، ولی یه دزیگنیشنی مثل لیدم شاید بتونه کمکتون کنه. من به نظرم اگه تجربه ایران دارید، یه مقدار سینیور تر هستید، اون پی ام پی رو حتما در نظر بگیرید و به صورت موازی هم اپلیکیشن پی انجتون رو پیش ببرید و مرحله بعدم لید رو ببینید که به کارتون میاد یا نه. آی مهندس، من یه سوال دیگه هم دارم، ببخشید میتونم بپرسم؟ خواهش بود. یه پی ام من پی ام پی دارم، بعد خب چون یه چیزی هست به نام ای تی پی برای اجایلش، یعنی قسمت اجایل پی ام پی، اون به درد میخوره اینجا مثلا بریم سراغش؟ اینجا من ندیدم پروژه‌ای که مثلا برنامه نویسی داشته باشه و اینا، اینجور پروژه‌ای که بیشتر مثلا تیپ اجایلن، اینجا مدیر پروژه‌هاشون ای سی پی میخوان یا اصلا به درد نمیخوره نریم سمتش؟ من چیزی که حقیقتش دیدم همون پی ام پی هستش، ولی برای اینکه جوابتون رو دقیق تر بگیرید میتونید از مهندس امانی بپرسید، ایشون فکر کنم اطلاعات کامل تر باشه، ولی من اون چیزی که دیدم همون پی ام پی بود، خیلی روی اجایل حداقل تو زمینه کاری ما کسی خیلی تمرکزی نداشت.
منظورم پروژه های ساختمونی و پروژه های حالا صنعتی، اینا اجایل محسوب نمیشن. خب ACP نیاز ندارن، ولی پروژه هایی که مثل برنامه نویسی هن، پروژه های وب، پروژه های برنامه نویسی، پروژه های بزرگ، اینا تیپ پروژه های اجایل هن. حالا توی ایران که خیلی، حالا این خیلی نبود واقعیت، همون در حد PMP کسی داشت دیگه نور علی نور بود. اینجا حالا کشور به حال پیشرفته تریه، اینجا هم کار نمیشه. جواب دقیقتون رو نمیدونم چون خارج از فیلد کاری منه. زحمت بکشید با مهندس عملی تماس بگیرید، فکر میکنم ایشون جواب کامل تری بتونه بهتون بده. من یه توضیح بدم خدمتتون. بله. اینجا هم اون بحث اجایل و پردیکتیو هستش و همطور که فرمودین اجایل برای پروژه‌ای هستش که بحث نرم افزاری یا وبسایت دیولپمنت و اینها هستش و پردیکتیو هم که اون کانستراکشن ها هستن. تو دورهای PMP خب اینا همه کامل تدریس میشه. ما یه دوره هم تو ماه آینده خواهیم داشت، دوره MSP هستش، ولی MSP یعنی هم Microsoft Project، ولی استفاده اون توی محیط کار کانادایی برای هم سیستم های پردیکتیو هم سیستم های اجایله که حالا اگر که مشتاق بودین احتمال خیلی زیاد برای 6 دسامبر وبینارش باشه و میتونید شرکت بکنید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. سوال دیگه هستش دوستان؟ اگه نیستش من خیلی سریع میخوام پاورپوینت رو تموم کنم چون اسلاید آخرش رو دوست دارم که یه مقدار با هم دیگه بررسی کنم. چون وقتمون کمه خیلی سریع این اسلاید رو توضیح میدم. الان میبینید پاورپوینت منو؟ بله بله. خب بعد از اینکه ما حالا رزومه خوب آماده کردیم، کانکشن ساختیم، اینترویو گرفتیم، یه سری مراحل باید انجام بدیم. چون من میبینم که بعضی ها اینترویو میگیرن، حالا سرسریش میگیرن و اون شانس رو از دست میدن. بحث اول اینه که دوستان در نظر بگیرید ممکنه اولین و آخرین شانستون باشه. هر کاری که واقعا میتونید بکنید که اون پوزیشن رو بگیرید انجام بدید. اینطوری نباشه که بگید حالا بازم اینترویو میرم. پس do your best. و بحث دوم اینه که به خصوص تو مصاحبه اول و دوم، مصاحبه اول که فون اسکرینینگه، مصاحبه دوم حالا با اون هایرینگ منیجر هستش، یه سری کامن کوئسشن داریم که من الان براتون خیلی سریع نشون بدم که باید چیکار. فکر کنید من مصاحبه گرفتم برای این جمعه، میخوام بشینم آماده کنم برای خودم. دو تا مرجع میتونید رجوع کنید، یکی یوتیوب هست که خیلی ویدیوهای خوبی داره، یکی هم از خود ChatGPT که من خیلی سریع میخوام به شما یه مورد با. مثلا توی یوتیوب الان میبینید صفحه منو؟ بله. بزنیم first interview questions، کلی ویدیو میبینید که جواباشون هم بهتون گفته. خب و چیز دیگه هم که میخوام بهتون نشون بدم، سعی کنید از ChatGPT استفاده کنید، یه اکانت میسازید که مجانیه. بر فرض مثال بنویسیم what are the most common interview questions. مثلا تمام این سوالایی که میبینید واقعا 90% اون چیزاییه که اون کسی که باهاتون مصاحبه میکنه ازتون خواهد پرسید. حالا مثلا گفته که why should we hire، جوابشو چی بگیم؟ بیایم بگیم که what's the answer for، از خود ChatGPT اگه بپرسید یه جوابی براتون پیدا کنه. ببین قشنگ گفته مثلا highlight your skills. حالا اینو میتونی بخونی، یه سامری برای خودت درست کنی و اینا رو توی اینترویو بگی. پس از یوتیوب و ChatGPT سعی کنید حتما استفاده کنید که بتونید یه اینترویو خوب داشته باشید.
کسی سوالی داره راجع به این؟ اگه نه خب بریم پس. بحث بعدی که خیلی روش تاکید میکنم اینه که راجع به اون شرکت تحقیق کنید، ببینید چیکار میکنن، از کی تأسیس شدن، نحوه مدیریتش چطوره. و شماره 4 بحث ماک اینترویو. من خودم کاری که میکردم این بود که مثلا دوستام که رفته بودن کار پیدا کرده بودن، موفق بودن تو زمین خودشون، یه دونه لینک زوم براشون میفرستادم، میگفتم بر فرض مثال شما فکر کنید کسی هستی که قرار با من مصاحبه کنید، منم حالا بخوام کسی باشم که دارم مصاحبه میشم، بیاین دونه دونه این سوالا رو از من بپرس، سوالای most common questions in interview رو. بعد صدای خودم رو ضبط میکردم یا مثلا از خودم تصویر میگرفتم که بعدا روش گوش میکردم ببینم نقاط ضعفم چیه. این خیلی باعث میشد که من اعتماد به نفسم توی مصاحبه ها بهتر بشه. یه سوال دیگه که ازتون میپرسن اینه که salary expectationتون چیه؟ خیلی هم میگن بهتره اصلا رنجی نگیم، خیلی هم میگن یه رنج بگو. من به نظرم بهتره که یه رنجی بگیم. و از کجا میتونیم این رنج رو پیدا کنیم؟ یه سایتی هست به اسم Glassdoor که خیلی سریع اونم بهتون نشون بدم چطوری میتونیم از Glassdoor استفاده کنیم. فرض مثال من یه اینترویو گرفتم شرکت WSP، به گوگل سرچ کنید What are the salary ranges for mechanical designer. بعد تهش هم یک گلاس دور بنویسید. بعد توی خود گلاس دور که برید اینجا براتون یه رنج میگه. حالا کاری که میتونی بکنی اینه که حتی میتونی برید توی قسمت اینترویوش، بعد از اینکه اینجا اکانت بسازی، در واقع اون کسایی که رفتن اینجا مصاحبه شدن با این شرکت اومدن اون سوالایی که ازشون پرسیدن هم گذاشتن. یعنی علاوه بر این که میتونی سالری رنج رو پیدا کنی، میتونی ببینی که چه سوالایی اون شرکت از فرد متقاضی رفته پرسیده. پس سعی کنید این چیزها رو تحقیق کنیم قبل اینکه بریم توی مصاحبه، که در واقع همون بحث این که فکر کنیم اولین و آخرین شانسم. بعدش معمولا آخرش ازتون میپرسن که مثلا سوالی چیزی داری، بهتره که سوالی بپرسید که نشون بدید خیلی مشتاق هستید. مثلا میتونید بپرسید که چه قدم هایی من میتونم بردارم که تو این کمپانی مثلا پیشرفت کنم، یا چطوری میتونم به پوزیشن منیجمنت برسم. همچین سوال هایی بپرسید به جای اینکه بگید خب قدم بعدی کیه، من کی میتونم از شما آپدیت دریافت کنم. نکته که اینجا هایلایتش کردم اینه که من خودم حالا بعضی وقتا که این فرصت دارم مصاحبه کنم، برام خیلی که جلب چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینه که ببینم اون فرد چقدر اعتماد به نفس داره. و وقتی مثلا میبینم اعتماد به نفسه یکی خیلی خوبه، قطعا سعی میکنیم دعوتش کنیم برای مصاحبه بعدی. اسلاید آخر چیزایی که خیلی بهتون توصیه میکنم، بحث اول اینه که باید پازیتیو باشید. اگه توی جمعی هستیم که همش نگرش منفی دارن، میگن کانادا بده، کانادا کار پیدا نمیشه، تکسش نمیدونم زیاده، 100 جا کار اپلای کردم پیدا نکردم، واقعا از همنشینی با اینجور آدما دوری کنید، چون تو روحیه شما تاثیر میذاره. نکته بعدی اینه که باید صبور باشید. بحث کار پیدا کردن به خصوص کار اول زمان بر میتونه باشه. فقط چیزی که هستش اینه که شما اگه 10 جا کار اپلای کردید و هیچ خبری نشد، بهتره که رزومتون رو یه بررسی کنید. احتمال زیاد یه تغییراتی باید توی رزومتون ایجاد. بعد پشتکار داشته باشید، خسته نشید. قطعا کاری که شما دنبالش هستید پیدا میکنید. پر از اپورتونیتی این کشور، خیلی کارهای خوب با حقوقهای خوب هستش. فقط این باید پشتکار داشته باشید و مسیر درست برید. بعد ریالستیک باشید. یعنی چی؟ خب خیلی از شما تو ایران مدیر اجرایی بودید، سابقه خیلی خوبی دارید، ولی اینجا واقعا به قول معروف اولش باید خاکش خورد. پس یکم واقع بین باشید نسبت به اون انتظاراتی که از اون پوزیشن دارید، از اون حقوقی که میخواید دریافت کنید، خاکش رو بخورید و مطمئن بشید که موفق میشید. بحث بعدی اینه که تمرکز کنید واقعا رو اون کاری که، رو اون پوزیشنی که علاقه دارید بهش. من خیلی ها رو دیدم، بر فرض مثال میخواستم بشن مهندس برق، بعد سر از
تکنسیان برق پیدا کردن. هیچ اشکالی نداره تکنسیان برق بودن، خیلی هم خوبه، ولی اون کاری که اون بنده خدا بهش علاقه داشته نبوده. حالا دوباره داره تلاش میکنه از تکنسیان برق بیاد دوباره مهندسی برق. و اینکه اکتیو باشید یعنی چی؟ توی لینکدینتون پست بذارید راجع به پروژه هایی که کار کردید، راجع به مطالبی که مثلا کد و استانداردهایی که خوندید، و همیشه یادتون باشه سعی کنید ببینید این کنفرانس ها یا این اسوسییشن ها چه برنامه ای دارن. خیلی از این برنامه ها مجانی هم هستش، برید شرکت کنید، آدم ها رو میت کنید، باشون صحبت کنید، کانتکتشون رو بگیرید. این میتینگ این پرسن خیلی خیلی تاثیر گذاره. خب دوستان خیلی ممنون که امروز تو این جلسه شرکت کردید. من سعی کردم تمام تلاشم رو بکنم، اون چیزایی که خودم بلدم و اون چیزایی که تجربه‌ام بهم ثابت کرده رو در خدمتتون بذارم. بازم اگه سوالی هستش من در خدمتتون هستم، میتونید توی لینکدین یا من تو ایمیلمو بدم یا حتی توی تلگرام، خوشحال میشم باهاتون در تماس باشم و هر کمکی از دست من بر بیاد من در خدمتتون هستم. کسی از دوستان سوالی داره؟ آقای آکام. زنده باشین، ممنون از همه توضیحاتتون، سپاس از وقتی که گذاشتین. برای یه سوال من یادم رفت، عذرخواهی میکنم یادداشت کنم. واسه این در واقع همایش ها یا چیزهایی بود که فرمودین، چجوری میتونیم ازشون اطلاع بگیریم؟ مثلا حالا نمایشگاهی، جای چیزی که من چون شنیدم مثلا بعضی موقع یک همایش یا نمایشگاه طوری هست، شرکت ها میان اونجا شرکت میکنن یا کمپانی ها میان اونجا شرکت میکنن، جایی هستش مثلا مرجعی باشه که مثلا ما بتونیم اطلاع داشته باشیم یا بفهمیم که زمان برگزاریشون کی هستش که بتونیم شرکت کنیم اونجا؟ توی گوگل سرچ کن، بهش میگن جاب فر یا کریر فر. اونجا به احتمال زیاد پیدا میکنی تاریخ بعدی و لوکیشنش کی هستش. همچنین خیلی از این شرکت ها توی دانشگاه ها حداقل سالی یه بار میان مثلا پروفه میزنن، جاب فر دارن. اگه کسی از دوستات تو اون دانشگاه تحصیل میکنه میتونه اونم مرجع خوبی باشه که بهت بگه. ولی خب توی گوگل هم سرچ کنی قطعا جاب فر و کریر فر اینا پیدا میکنی. ممنون. توی خود سایت PEO تو اونم سرچ کن اونتاریو، اگه اونتاریو هستی، اونتاریو سوسایتی آف پروفشنال انجینیرز. اینا در واقع هر چند وقت یه بار یه کنفرانس دارن. قبل پیشم فکر کنم هفته پیش بود توی تورنتو. خیلی خوبه که اینا رو بتونی شرکت کنی. ممنونم. خواهش. جانم آقا محمد. درود بر شما. یه سوال داشتم، آیا مهندسینی که تو بخش اجرایی بودن تو ایران میتونن الان وارد بخش محاسبات و پی انج بشن؟ اون بخش پی ام پی این بخش پی انج، آیا میتونن وارد پی انج و محاسبات و طراحی بشن؟ ببین، کسی که لایسنس مهندسی میگیره در واقع باید ثابت کرده باشه که اون فاندامنتال مهندسی و محاسباتش بلد. خب من مثال خودم رو برات بزنم. من اول که شروع کردم توی شرکت پیمانکاری بودم، در محاسبات داشتیم ولی خیلی نه، بیشتر پراجکت منیجمنت بود. ولی من خودم برای گرفتن پی انجم مجبور شدم برم شرکت مشاور، چون اینا ازت میخوان که ثابت کنی اون فرمولا، اون حساب کتابای مهندسی اون رو انجام. حالا بعضی وقتا هستش که شما میتونی یک پراجکت منیجمنت بوده باشی ولی خب اون دانش محاسبات، اون دانش طراحی هم داشته باشی. خیلی بستگی داره به اینکه چطوری اون مدرک تو، اون اکسپریانس رکورد تو بنویسی. ولی خب اینا معمولا اینطوریه که اگه قانع نشن شما رو دعوت میکنن به مصاحبه، اونجا ازت مثلا سوال میپرسن. بر فرض مثال اگه مثلا من که مهندس اچ وکم، افت فشار پمپ رو مثلا چطوری حساب کردی، یا برای شما افت فشار ولتاژ رو چطوری حساب کردی. خیلی بستگی داره که چطوری اون اکسپریانس رکورد تو بنویسی. به خاطر همین میگم قبل از اینکه بفرستین حتما سعی کنید یک نفر ریویوش کرده باشه.
که بعدن گیر نکنه. درود بر شما آقای مهندس، من ممنونتون هستم. فقط یه چیزی گفتید که تو آنتاریو یه سایتی هست برای ایونت های در مورد جاب، اگه میشه بنویسیدش که ما داشته باشیم. این یه نکته. نکته دوم این که چطوری با تلگرام شما ارتباط داشته باشیم؟ البته اگر گروه فناوران مشکلی نداره، چون رشته من حالا بتونم سوال کنم از حضورتون استفاده کنیم زمانی که آزاد هستید، چون آقای بابایی و آقای امانی که من در ارتباط هستم خیلی مشغولن. این یه نکته. با دوستان دیگه هم آیا میتونیم ارتباط داشته باشیم یا خیر، مثلا دوستانی که حالا تو گروه هستن یا حالا میخوایم سوالی کنیم، هم فکری کنیم؟ ممنون میشم اینو راهنمایی کنیم. من الان بفهمید شما توی چت لینک اونتاریو سوسایتی آف پروفیشنال انجینیرز رو گذاشتم، نگاه کنید. میدونم که مثلا ممبرشیپی میگیرن خیلی نوبت باشه و اونجا جزء توی برنامه‌هاشون میبینید. حتی منتورشیپ پروگرام داره الان که من نگاه میکنم. بعد نیست وبسایتشون یه نگاه کنید ببینید که چی هستش. بعدیش میتونه گوگل، الان سرچ میکنم کریر فر تورنتو مثلا 2023. البته ما آدوا هستیم. آدوا جزء آنتاریو حساب میشه؟ خیلی بله، و جزء آنتاریو، ولی خیلی مظلومه. مثل شیراز ما. شیراز خودتونه. بله. خب من توی ایونت ترایب سرچ کردم کریر فر، اونم لینکشو میذارم حالا خودتون نگاه کنید. ولی آنتاریو سوسایتی اف پروفشنال انجینیرز خیلی هستن، خود اشری هستش، خیلی دیدم کنفرانس میذاره. بستگی داره که تو چه فیلدی هستی، تحقیق کن ببین اسوسییشناش چیه، توی گوگل سرچ کن، قطعا پیدا میکنی که تاریخ بعدی که اینا قراره در واقع کنفرانس داشته باشن. که اون بحث تلگرام و اینا، میتونی لینکدین حتما با من در ارتباط باشی، تا اونجا که سوادم برسه در خدمتت هستم. اگرم ندونم که ریفرت میدم به مهندس بابایی و مهندس هم. شما تو گروه های تلگرامی هم میتونید سوالتون رو بپرسید، مهندس همانی رو منشن کنید، حتما جواب میدم. فقط منشن کنید که ببینم. ببخشید، شما فرمودین که یعنی اطلاعاتی که فرمودین برای اونتاریو هست، یعنی چیزه پینج اونتاریو، یا چون مثلا توی اونتاریو چیزا ایایتی رو برداشتن ولی توی بی سی هنوز هست. بعد این اجباری شدن کورس برای همه جا هست یا فقط برای اونتاریو اینطوری شده؟ تا اونجا که میدونم توی بی سی هم هستش، ولی لطفا دبل چک کنید با مهندس بابایی. اوکی، مرسی. خب دوستان اگه سوال دیگه نیست، فکر کنم سوالی نیستش دیگه. دیگه من فکر کنم سوالی نیستش. خیلی ممنون از همگی که شرکت کردید تو این جلسه. امیدوارم بتونسته باشم مطالب مفیدی خدمتتون ارائه داده باشم. بازم اگه کمکی از دستم برمیاد من در خدمتتون هستم، و به قول معروف با روحیه با پشتکار برید جلو و مطمئن باشید که موفق باشید.